بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر توجه نمایید به خبر ساعت ده از تلویزیون تمدن یک دیپلمات روسی اعلام کرد که روابط روسیه با حکومت فعلی افغانستان در حال توسعه و گسترش است. رسانه های روسی به نقل از تیموی بولیکوف مسئول برنامه آسیا در وزارت خارجه روسیه گزارش دادند که مسکو در عرصه توسعه تجارت و اقتصاد میخواهد روابط خود را با کابل گسترش دهد. این دیپلمات روس در ادامه تاکید کرده که برخی توافقها با مقام های فعلی افغانستان ممکن است. در عباد سرپرست وزارت صحت عامه که در مالزیا به سر میبرد در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که همکنون 150 هزار زن در بخش صحت و 200 هزار زن دیگر در بخش معارف مشغول کار هستند آقای عباد با حضور در میزگرد یک تلویزیون مالزیایی گفتند حکومت فعلی افغانستان مخالف حقوق زنان نیست و بدون مشارکت زنان دشوار است که جامعه را مدیریت کرد سرپرست وزارت صحت عامه در حال گفته که زنان در بخش صحت و معارف مشغول به کارند که در بخش وزارت خانه های دیگر اما کارمندان زن به گونه محدود حضور دارند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که برگشت مهاجران افغان از پاکستان خطر شیوع ویروس فلج کودکان را در این کشور افزایش داده است این نگرانی در سی و هفتمین جلسه کمیته استراری محو پولیو یا فلج کودکان مطرح شده است سازمان جهانی صحت در بیانیه گفته با آنکه در چهار ماه گذشته هیچ مورد جدید از فلج کودکان در افغانستان ثبت نشده اما تهدید همچنان وجود دارد در همین حال کمیته اضطراری محو پولیو گفته تیمها و ناظران اضافی در مناطق و مسیرهای مهم مستقر شدهاند. تا کودکان مهاجرین نودت کننده به کشور را واکسین نمایند. وزارت شهدا و معلولین از پیشرفت پروسه شناسایی و ثبت کودکان یتیم و زنان بی در کشور خبر داد گفته شده تا کنون حدود 700 هزار زن و کودک بی ثبت شده که قرار است ماهانه کمک های نقدی به آنان صورت بگیرد سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی گفته برای کودکان یتیم و بی سر در تمامی ولایت کشور پرورشگاه های مجهز و معیاری در نظر گرفته شده و خبر اخیر این که اداره ملی غذا و ادویه از افزایش تعداد کارخانه های تولید ادویه خبر داده و گفته در حال حاضر 104 کارخانه با ظرفیت تولید 650 قلم دوا در سراسر سر کشور فعالیت دارند این اداره با اطمینان از کیفیت بالای ادویه تولیدی نیز گفته در تلاش رشد و حمایت تولیدات داخلی کشورند مردم و دکتران هم با حمایت از تولید ادویه جات داخلی میگویند دوا باید به فروش های داخلی روی آورده و از فروش ادویه بی کیفیت اجتناب کنند به پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه شما بقیه روز خوش خدا نگهدار